مسائل بنیادین نگرش اسلامی بسم الله الرحمن الرحیم یکی از مباحث مورد توجه در بحث پولاریزم دینی بحث پولاریزم در رستگاری یا نجات بود در مباحث مقدماتی اشاره کردیم که گاهی اوقات سوال پولاریزم درباره حقانیت سوال این گونه مطرح می شد که آیا منحصرا پیروان یک دین بر حق هستند آموزه های یک دین حقانیت داره یا نه ادیان مختلف میتونن حقانیت داشته باشه این بحث رو با توصیف نظریه جان و نقد اون کنار گذاشتیم اما سوال دیگه ای مطرح میشه و اون این که آیا منحصرا پیروان یک دین به بهشت وارد میشند آیا رستگاری و نجات منحصرا در اختیار یک دینه یا نه ادیان متفاوت و متعدد هم میتونن وارد بهش بشوند به عبارت دیگه بعد از اینکه ما حقانیت رو در انحصار یک دین معرفی کردیم و نشون دادیم پلورالیسم در حقانیت باطله این سوال مطرح میشه که آیا با انکار پولاریسم در حقانیت پولاریسم در نجات هم باطل میشه؟ اگه ما گفتیم همه ادیان بر حق نیستن آیا به این معناست که پیروان ادیانی که الان بر حق نیستن وارد جهنم خواهند شد و رستگار نیستن؟ برای پاسخ به این سوال به چند مقدمه احتیاج داریم مقدمه اول این که کسانی که نجات پیدا میکنند باید دو حقیقت رو در جان خودشون تمین کرده باشند. یکی باور صحیحه و یکی هم عمل مطابق اون باوره امکان نداره که بین باور و عمل ارتباطی برقرار نباشه عقاعد صحیح، باورهای صحیح سازنده بهشت ما هستن اما در کنار باورها رفتار و عمل صالح هم احتیاجه به خاطر همین هم هستش که میبینیم در قرآن مکرر بر ایمان و عمل صالح تو امن تاکید شد مقدمه بعدی این که در جلسات نخست تو بحث پلورالیز اشاره کردیم که اگر گفته میشه مسیحیت فعلی حقانیت ندارد این به معنا نیست که اسلام آموزه های حضرت عیسی علیه السلام رو برحق نمیدانه مسئله ما با برحق نبودن مسیحیت فعلی بود که در بستر تاریخ دچار تحریفات و خلال های مختلف شد اما معتقدن مسلمون ها که شریعت حضرت موسی علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام انبیاء دیگه در زمان خودشون برای نجات و رستگاری انسان ها کفایت میکنه مقدمه دیگری که در بحث نجات لازمه این هستش که عادلانه نیست افرادی که از قانونی مطلع نشدن رو به دلیل رعایت نکردن اون قانون معاخذه کنیم پس شرط اصلی هر گونه مجازات یا پاداشی این هستش که حجت بر افراد تمام شده باشه به این معنا که اون قانون رو فهمیدن در مقابلش قرار گرفتن با عقل خودشون با اراده خودشون بین راه حق و باطل یکی رو انتخاب میکنند بعد از اینکه این, این مقدمات رو اشاره کردیم حالا نوبت میرسه به اینکه با وجود این اصول از دیدگاه اسلام چه کسانی رستگار هستند با اینکه در جای خودش اثبات شده که در حال حاضر اسلام دین بر حقه لکن مسئله نجات قدری گسترده تر از مسئله حقانیته اسلام سه دسته رو رستگار میدونه از نظر اسلام این سه دسته مستحق ورود به بهشت هستند تمام پیروان انبیاء پیشین که در زمان خودشون ایمان در ساحته باورها و عمل صالح در ساحت رفتارها داشتن رستگار خواهند شد پس برخلاف مسیحیت که معتقد بود پیروان ادیان قبل از مسیحیت جهنمی خواهند بود اسلام معتقد خیر اونها چه جور می کردند؟ هر مؤمنی که در زمان نبی خودش ایمان و عمل صالح داشته به میزانی که باید باورهای صحیح و یاد می گرفته، فرا گرفته و به اونها ایمان قلبی پیدا کرده و بر اساسش عمل کرده رستگار میشه دسته دوم مسلمون ها هستن خب برخلاف ادیان گذشته که حقانیت موقت داشتن اسلام حقانیت دائم داره پس کسانی که به حضرت رسول صلی الله علیه ایمان داشتن و بر اساس ایمان خودشون هم عمل صالح داشتن این افراد هم رستگار خواهند شد البته توضیح خواهیم داد که به این معنا نیست که صرف ایمان داشتن و انجام برخی از اعمال صالح کفایت بکنه نه اگر خدای نخواسته گناه یا خللی داشتن به میزان اون گناهانشون معاقب خواهند شد این هم دسته دوم و دسته سوم کسانی هستند که اعتقاد صحیح پیدا نکردند. افرادی که اعتقاد صحیح ندارند دو دسته هستند. برخی از اونها دارای فطرت پاکی هستند قلب سلیمی دارند اهل اناد و لجاجت نیستند لکن شرایط محیطی اونها شرایط ذهنیشون شرایط جغرافیایی و فرهنگیشون به گونه ای نبوده که پیام حق رو بفهمند و درک کنند و در مقام انتخاب قرار بگیرند مثلا افرادی که در روستاها سرزمین های هستند که هیچ خبری از اسلام یا مسیحیت به گوش اونها نرسیده خب این افراد جاهل قاصر حساب میشن به این معنا که کوتاهی در رفتار خودشون نداشتند شرایط محیطی به این ترتیب بوده که با دین حق مواجه نشدن که بخوان انتخاب کنند درست باور صحیحی ندارن اما اینها کوتاهی نکردن یا مشکلات ذهنی دارند دیوانگان کودکانی که قبل از تکلیف از دنیا رفتن اینها هم همینطور به اینها میگن جاهلان قاصر در برابر سه دسته افراد دیگه هستند که اینها اهل نجات نیستند گروهی هستند که میدانند اعتقاد صحیح چگونه است میدانند کدام اعتقاد صحیحه میدانند کدام پیامبر بر حق ولی به دلیل تعصب خودشون به دلیل اناد خودشون ایمان نیاوردند اینها روحی تسلیم در مقابل خداوند ندارند به اینها گفته میشه اهل لجاج اهل اناد اهل تعصب میایم سراغ دسته دوم توی شروط نجات گفتیم که یه شرط نجات عمل صالحه پس کسایی که این شرط رو ندارند اونها هم رستگاه نخواهند شد یعنی گناهکاران اما دسته سوم جاهلان مقصر گفتیم جاهلان مقصر کسایی هم که باور صحیح ندارند اما این باور نداشتنشون به اعتقاد صحیح باورهای باطل عقاید باطل اونها برای این بوده که میتونستن دسترسی پیدا کنن اما کوتاهی کردن این نکته هم اشاره کنیم که گاهی اوقات افراد تصور میکنن که در اصل اعتباط بسیاری از انسانهایی که عقیده صحیح ندارن اینها جاهلان مقصرند به این دلیل که نمیتونیم تصور بکنیم که در این شرایط ارتباطی با این رسانه های جمعی پیام حق مثل پیام اسلام به کسی نرسیده باشه این چنین نیست ممکنه که در همین اصل ارتباطات در قلب کشورهایی که ارتباطات زیادی دارند و جمعی اینترنت فعال هست باز هم افراد جاهل واسه باشند به دلیل اینکه اون مدیریت مانع میشه که پیام حق درباره اسلام به گوش افراد برسه پس نباید تصور کنیم جاهلان قاصر فقط کسانی هستند که در دو دست ها زندگی میکنن نه ممکنه که در همین الان در پیشرفته ترین شهرها و کشورها هم جاهلان قاصر باشند. اما آخرین بحث درباره اقسام پولاریزم پولالیزم رفتاری بود این بحث مطرح شد که ما سه تا پلورالیسم داریم یکی پلورالیسم حقانیت که نشون دادیم پلورالیسم حقانیت باطله دوم مسئله رستگاری بود که ما نشون دادیم که در بحث رستگاری و نجات انحصارگرا نیستیم با اینکه یک دین رو بر حق میدونیم اما فقط پیروان آن دین حق رو رستگار نمیدونیم رستگاری رو اعم از مسئله حقانیت معرفی کردیم اما شکل آخری که تو بحث پولاریز بود راجع پولاریزم رفتاری بود بعد از اینکه اثبات کردیم پولاریزم در حقانیت باطله و منحصرا یک دین بر حقه سوال میشه که آیا همزیستی مسالمت‌آمیز خوش نسبت به پیروان دین حق فقط باید باشد یا نه نسبت به پیروان ادیان دیگه ولو ادیان باطل هم میتونیم خوش رفتار باشیم اسلام به ما اجازه داده که ولو با افرادی که اعتقاد باطل دارند خوش رفتار باشیم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم چرا؟ به دلیل اینکه در پرتو این ارتباط نزدیک عاطفی هست که زمینه هدایت و پذیرش ها بهتر فراهم میشه لذا این اجازه رو داده به ما که با کسانی که نسبت به تعهداتی که با کشور اسلامی دارن پای بندند. قصد توتعه در بین مسلمون ها ندارن ما با اینها خوش رفتار باشیم پس ما هرچند پولاریزم در حقانیت رو قبول نداریم اما پولاریزم رفتاری رو میپذیریم لکن باید توجه کنیم این دوتا با هم تلازم ندارند از اینی که ما پولاریزم رفتاری رو میپذیریم نباید نتیجه بگیریم پس حتما دینشون بر حق بوده و نکته آخر این که بسیاری از طرفدار پولاریزم تصور میکنند ما اگر بخوایم مسئله نزاع بین ادیان پایان پیدا کنه و صلح در میان انسان ها برقرار بشه باید پولاریسم دینی رو بپذیریم اتفاقا اصلا معلوم نیست که اگر ما پولاریسم حقانیت رو بپذیریم منتهی به صلح و دوستی بیشتر بشه چه بسا مشکل ما رو در نزاع بین ادیان بیشتر کنه به هر ترتیب مسئله نزاع بین ادیان یک مسئله رفتاری هست با پولاریسم رفتاری حل میشه نه با پولاریسم در حقانیت که یک مبنای معرفتی است. همان گونه که بیان شد پولورالیسم در حقانیت با پولورالیسم در نجات تلازمی ندارد دو شرط اصلی نجات از نگاه اسلام باور صحیح و عمل مطابق باور صحیح است اسلام با وجود مخالفت با پلورالیسم در مسئله حقانیت پلورالیسم در نجات را میپذیرد و چند گروه را نجات یافته میداند پیروان ادیان الهی دیگر در زمان اعتبار دین خودشان مسلمانان به شرط ایمان و عمل صالح جاهلان قاصر یعنی کسانی که جهلشان ناشی از کمکاری خودشان نباشد همچنین اسلام معتقد است که سه دست اهل نجات نخواهند بود یک اهل دشمنی و اناد دو گناهکاران سه جاهلان مقصر یعنی کسانی که برای رسیدن به حقیقت کوتاهی کردند همچنین اسلام در مورد پرالیسم رفتاری معتقد است به غیر از شرایط خاص باید با پیروان ادیان دیگر خوشرفتار باشیم پرواز کن که تفکر تو بال پرواز توست